در شهر سنت پترزبورگ گروهی 7 نفری را دستگیر کردند که می‌خواستند از جمله در کلیسای قزان ترکیش انجام بدهند. در این باره خدمات فدرالی امنیتی روسیه روز 15 دسامبر خبر داد. مقامات گفتند یک حلقه پنهانی گروهی به نام دولت اسلامی را آشکار کردند که فعالیتش در روسیه ممنوع است. یکی از آنها گویا شهروندی تاجیکستان است. دیگری یوگنی افیموف، یکی از دستگیر شدگان، در این ویدیو گویا با گناهش اقرار می شود. من باید مواد ترکنده را در ظرف شیشگی انداخته با آن آلات کشنده نصب می کردم. چند نفری که در ویدیو مقامات انتظامی دیده می شوند در یک خانه دستگیر شدند. در اینجا ماده سفید، اسلحه، بمب‌های خودساخت و ادبیات اسلامی یافتند. مقامات می گویند متهمان را اعضای گروه دولت اسلامی دستور می دادند. افیموف برای صادر کردن این جنایت یک کانتینر را در کوچه لیتوفسکایا اجاره گرفت و آنجا مواد ترکنده را آماده کرد. دستور تهیه را از اینترنت و از افراد گروه دولت اسلامی گرفته است. گمانبر در دادگاه گفت که میخواست روز 17 اپریل کلیسای قزان را منفجر کند. دو روز بعد از بازداشت مقامات روسیه گفتند اطلاعات درباره آمادگی به حمله های تروریستی را از خدمات استخباراتی آمریکا گرفتند. ولادیمیر پوتین در نشستی خبری برای این اطلاع به دونالد ترامپ تشکر گفت. رئیس جمهوری روسیه گفت که خدمات اطلاعاتی آمریکا کمک کردند آنها پای گروه تروریستی را یابند و آنها را دستگیر کنند. دونالد ترامپ هنگام معرفی استراتژی نوی امنیتی آمریکا زنگ تلفنی ولادیمیر پوتین را یادآور شد.